به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، این بار از لس آنجلس با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو چون پنج شنبه شبها در تفسیر خبر در نیمه نخست میپردازیم به آخرین خبرها در عرصه کارگری ایران. اعتصاب قضای رضا شهابی کارگر زندانی ایران. در همین زمینه، در زمینه حقوق کارگران، خبری داریم درباره موفقیتی تازه برای فعالیت‌های سندیکایی در ایران و موافقت و تایید دولت حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی در مورد اخراج بانوان از شهرداری تهران. وزیر دادگستری دولت آقای حسن روحانی این اقدام رو مورد تایید قرار داده و آن را دارای فواید بسیار دانسته است. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز سلام به شما. سلام و درود به شما و بینندگان و همکاران محترم. آقای اوسانلوی عزیز، متاسفیم که باز اخبار چندان مثبتی نداریم، اما در رأس خبرهای ناگواری که هست وضعیت رضا شهابی هست، کارگر زندانی و همکار شما. بینندگان شما خواهید گفت که در چه وضعیتی رضا شهابی به سر میبرد. تشکر از این سوال به جای شما. میتونیم بگم که رضا شهابی بعد از نزدیک به 50 روز اعتصاب قضای خودش که در اعتراض به تبعید ظالمانه و غیرقانونی که از زندان اوین به زندان رجای شهر برده شد، بالاخره با پشتیبانی ها، حمایت ها، پیام رسانی ها، اطلاع رسانی هایی که از سوی کارگران، زحمتکشان، پیشکسوت های کارگری، سندیکاها و نهادهای داخل کشور، نهادهای دموکراتیک و سندیکاهای خارج از کشور و توجه ITF، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و همچنین ITUC، اتحادیه بین المللی همه اتحادیه های جهانی کارگری، بالاخره موفق شد که به بخشی از خواستگاران خودش دست پیدا کنه و این تبریک به او و همه کسانی دارد که در این مبارزه و تلاش همکاری با ما کردن و باعث شدن صدای کارگران زندانی و سندیکالیست در جهان منتشر شه و بازتاباش این بود که به حکومت جمهوری اسلامی فشار بیارن و آقای خدابخشی مسئول اجرای احکام دادگاه انقلاب خودش مجبور شد حضوراً بره بالا سر رضا و تعهد کنه که ایشون رو به زندان باز نگردونن، دستبند و پابند رو در بیمارستان از ایشون باز کنن، اجازه ملاقات به خانواده و دوستان و کسایی که ملاقات میان بدهن و یک ماه در بیمارستان بمونه تا آماده بشه برای جراحی سکوت موضوع و گردنش و همچنین پاسداربنده و نگهبان ها اونجا مزاحمت ایجاد نکنن و علاوه بر اون ایشون رو بعد از اینکه جراحیش هم تموم شد برای دوران نقاهت به منزل بفرستن و عملا بخش زیادی از درخواست های رضا اینجا به نتیجه رسید. بخشش هم این است که بایستی تجمیع اتهامات بشه برای همه کسانی که در زندان هستن و بیهوده یه نفر رو با چند اتهام سالها در زندان نگه ندارن و جمع اتهاماتش میتونن ایشون رو آزاد بکنن و همچنین از عفو مشروط
که بعد از اینکه نیمی از دوران حبس و زندانی تحمل کرد و این سابقه خلافی هم نداره، حقش که آزاد بشه و از حبس مشروط، آزادی مشروط نیمه از حبس بیاد بیرون از زندان. و حالا ببینیم با این درخواست‌ها برای همه زندانیان و رضا چه خواهم کرد. و اینجای تبریک داشت که بالاخره رضا به اعتصاب خودش به درخواست همه ما و رسیدن به بخشی از خواسته ها خاتمه داد و جانش فعلا محفوظ است و میتونه زنده بمونه، تجربه های خودش رو با ما و دیگر کارگران تقسیم بکنه در دورانی که بله. آقای استاد، اون وقت خواسته های رضا شهابی عمدتا چه بود به طور خلاصه؟ یعنی عنوان خواسته هایشون و اون بخشی از خواستهایی که پذیرفته شد توسط حکومت ایران چه بود؟ بله، اولی که ایشون برای درمان به بیمارستان میرفت یکی از خواسته ها بود. بعد اینکه ایشون در دورانی که در بیمارستان هست دستبند و پابند به ایشون نزنن، بعد از اینکه به بیمارستان هست خانواده ها به ملاقاتش میان مزاحمشون نشن، خانواده خودش پیشش بتونن به ملاقات بیان و برن و همچنین دوران نقاهت ایشون رو بپذیرن بیرون از زندان باشه بعد از جراحی و رسیدگی های درمانی. به علاوه ماده 134 یعنی تجمیع اتهامات و یک اتهام که از همه بیشتر هست، مثلا سه تا اتهام به فرد میزنن یکیش میشه 5 سال زندان، همون 5 سال رو بکشه، نه اینکه 1 سال هم برای اتهام کمتر و 2 اتهام کمتر جمع کنن بکنن 8 سال زندان، یعنی 5 سال این بیاد بیرون. و با آخر از همش عفو مشروط، در خود قوانین جمهوری اسلامی هم هست که یک زندانی نیمی از حبسش رو موقع کشید حق داره آزاد بشه به شرط اینکه قبلش هیچ خلافی نداشته باشه و سابقه زندان و اتهام و حکم نداشته باشه، حکم قضایی، که همه اینها شامل حال رضا میشد و به واسطه که همین درخواست ها ایشون اتصاب قضا داشت و بازگردوندنش به زندان اوین که حالا تا مورد تعدید درمان و جراحی و نقاهت هم عملا این خواسته ها رو میمونه تا ببینیم بعد از این دوران ایشون آزاد میکنن طبق اون عفو مشروطی که بهش تعلق بده یا نه. پس عملا ایشون به رفتن بیمارستان، نداشتن دستبند و پابند، ملاقات با خانواده و دیگر کسانی که بیمارستان ملاقات ایشون کنند و اینکه نیروهای نگهبان که همراه نشستن مزاحم ملاقات کنندگان ایشون و پرسنل بیمارستان میشن در جایی که ایشون بستری هست، به این 5 خواسته از این خواهی که من گفتم کردن دست پیدا کردن فعلا و ماها هممون از ایشون خواسته بودیم که به اعتصاب قضاش خاتمه بده و دست نده، زنده ماندنش و بودنش و انتقال تجربه هاش برای ما و دیگر کارگران و دوستهای دیگه که در این زمینه همکاری میکنن خیلی مهمتر هست تا اینکه ما یک شب کارگری داشته باشیم و بعد از مدتی فراموش بشه و دستاوردهای تجربیاتش هم به بدنه کارگری و دیگران منتقل نشه. من اینجا خوشحال آقای اوساندو، ببینید در همین زمان هم گفته میشه که نشریه سندیکای شما، سندیکای کارگری در ایران تونسته منتشر بشه. آیا اعتصاب قضا و اقدامات رضا شهابی و بقیه کارگران زندانی نقشی داشته در هموار کردن راه انتشار یا هر چه که هست که شما جزئیاتشو به ما خواهید گفت؟ من خوشحالم که بگم نشریه پیام سندیکا که از زمانی که در داخل کشور بودیم تا امروز به کمک دوستان عزیزی که در سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به خصوص و سپس سندیکای کارگران شرکت واحد همکاری کردن در انتشار و چاپ این نشریه کارگری مستقل در داخل کشور خودمون، و این افتخاری است که اخبار صدای سندیکاهای کارگری ایران در نزد خواهران و برادران کارگر شنیده بشه، خوانده بشه و در دست اونها قرار بگیره و همچنین در اینترنت. و از همین 1 مرداد هم پیام آور شماره 1 سندیکای پیام سندیکای همه سندیکا و کارگران زحمتکش ایران
منتشر میشه به زبان انگلیسی و این به زبان انگلیسی منتشر شدن این پیام آور به شکل مسنجر و به شکل اینترنتی خب یک پل بسیار ارتباطی خوبی بین سندیکاهای کارگری در داخل کشور و نهادهای بین المللی کارگری و اتحادیه‌های جهانی کارگری ایجاد میکنه و اخبار و اطلاع رسانی هایی که نسبت به وضعیت کارگران زندانی، شرایط کار و دشواری هایی که ما باهاش روبرو هستیم رو میتونیم دیگه به زبان انگلیسی مستقیما در نهادهای جهانی کارگری مطرح بکنیم و این جای تبریک داره که همکاران ما مبارزین سندیکایی تونستن 29 شماره پیام سندیکا رو تو امروز منتشر کنن و از اینجا من به این عزیزان تبریک میگم و افتخار میکنم که سهم کوچک و ناچیزی در چار و همراهی سندیکایی خودم داشتم با دوستانی که الان تونستن این پیام رو منتشر بکنن و آدرس به سلاس اینترنتی پیام سندیکا هم هست s1_ زیرش و بعد felizkar@yahoo.com. بله آقای اوسانلوی عزیز، خوشحال هستم از بابت این اقدامی که شده و این موفقیت بسیار نسبی. امیدواریم روزی نه چندان دور و دیر کارگران ایرانی به حقوق خودشون دست پیدا کنن، از جمله حقوق تشکیل سندیکا، فعالیت‌های سندیکایی و تمام حقوقی که طی مفاد پیمان‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق کار، ایران هم یکی از امضا کننده هاش بوده. ایران که میگم در زمان پیش از انقلاب و پس از انقلاب هم حکومت جمهوری اسلامی این پیمان‌نامه ها رو لغو نکرد، یعنی پذیرفت که همچنان عضو است، اما خب رعایت نمی‌کنه. مثل بسیاری از پیمان‌نامه های امضا شده ایران در مورد حقوق بشر، حقوق زنان. و من اینجا مایل بودم نظر رو شما رو بشنوم، اگر به طور کوتاه بفرمایید راجع به بانوان ایرانی که در شهرداری تهران، البته گفتن نداره، بینندگان ما بهتر از همه میدونن که وضعیت بانوان ایران از 23 بهمن ماه در ایران به چه روزی در اومد و به کجا رسیده، اما خوشبختانه تا به امروز به نظر میرسه که بانوان برای دفاع از حقوق خودشون بسیاری از اونها همچنان تلاش میکنن، همچنان اون چه رو که تحمیل میدونن نپذیرفتن تا به امروز و این مسیر همچنان ادامه داره. اما حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی در انتخابات وعده داده بود بسیار از این موضوع، به هر حال استفاده های انتخاباتی کرد یا نکرد اون بحث دیگه است، به بانوان ظاهرا احترام گذاشت، ما حقوق بانوان رو مراعات خواهیم کرد، تأمین خواهیم کرد. میبینیم وزیر دادگستری او هم آقای پور محمدی، چهره ایست کاملا آشنا برای جامعه ایرانی، کسی که نقش مستقیم در قتل عام بیش از 3000 نفر در دهه 60 داشته در زندانهای ایران، وزیر دادگستری است در دولت آقای روحانی. به هر حال ایشون هم تایید کرده بسیار خوبه، بانوان باید برن خونه بشینن، به نفع خودشون هست، به نفع جامعه هست و بقیه این حرفایی که از روز 23 بهمن ماه تا به امروز به شکلای گوناگون زده شده، از رئیس جمهور نخست که بانوان موشون اشعه داره تا به امروز که به این شکست گفته میشه. نظر شما رو میخواستم بشنوید. جالب اینه این اتفاق در اداره‌ای میفته که شهرداری تهران آقای قالیباف خیلی هم پوزهای گاهی روشنفکری هم میگیره و در جهت مسائل دموکراتیک و حقوق زنها و امثال این، حتی ایشون یه زمانی برای اینکه بتونه در بین‌المللی مربوط به شهرداری های کشور جهان پست و امتیازی بگیره اقدام به دستور داد که 35 خانم راننده خط بی‌آرتی میدون آزادی به سرای ترامپ ها شاغل شدن با پایه‌ای و بهترین و منظم‌ترین راننده های خانم ها بودن و کم تصادف و کم حاشیه و بهترین مسافربری را میکردن و بسیاری از خانم های اون منطقه خوشحال بودن که با رانندگان زن دارن همراه نمیشن در اتوبوسی که 200-300 تا مسافر توش جا میشه.
ولی بلافاصله که اون جایزه رو این نهاد بین‌المللی مربوط به فدراسیون شهرداران جهان گرفتن، همه این خانم ها رو اخراج کردن از شرکت واحد و براشون همون مسئله مهم بود که یه پوز جهانی نشون بدن. الان هم که این خانم های زحمت کشی که در شهرداری کار میکردن، در قسمت دفاتر، در قسمت دبیرخانه، بخش های مربوط به کامپیوترها، تایپ ها، نامه نویسی ها و اینجور مسائل، همه رو هم دستور اخراج دادن و اونایی هم که قدیمی هن و قرارداد کار رو محکمی داشتن اتاقشون رو جدا کردن یه جای جدا از مردان، که به هیچ وجه زنها و مردها حق ندارن ساعت طولانی در کنار هم باشن. بیشتر از 100 سال، شاید هم 80 ساله که در بعضی جا که زنها به میدان آمدن و به تدریج وارد کار شدن، اولی مدارس دختران رو اینا درست شد، زن و مردها با هم کار کردن، هیچ فاجعه روی نداده. امروز آقای قالیباف در زیر نظر دولت آقای روحانی به این راحتی این کار رو میکنه و وزیرش هم که به قول شما اونطور حرف میزنه. این نشون میده که اینها نسبت به زنان ایران هیچ احساس انسانی و برابری حقوقی ندارن و اون نگاه یک طرفه جنس دوم و متاسفانه سنتی رو بر علیه زنان دارن و ما به عنوان بخشی از مردان که زنان رو هم عرض رو هم حقوق خودمون و حتی من شخصا بالاتر از خودم هم میدونم به دلیل اینکه توانایی های بیشتری در زندگی طبیعی دارم، بایستی حمایت بکنیم، بایستیم و زنان ایران بخواهیم که امکان که همینطور مبارزه کردن و زیر بار بسیاری از فجایعی که حکومت میخواست بگذاره و حداقل به زنان برقع پوش افغانی زنان ایرانی تبدیل کنه نتونسته، حمایت بکنیم و اینجور رفتارهای ضد زن، ضد بشر، ضد حقوق بشر رو محکوم بکنیم و کماکان در این مبارزه بسیار دشواری که با این حکومت عقب افتاده که هر روز میخواد عقبتر ببره مرد ایرانی رو، زن ایرانی رو، بچه های ایرانی رو، پایزنی کنیم تا ببینیم آینده چقدر از نیروهای اجتماعی رو در حمایت از حقوق زنها به جنبش زنان پیوند خواهد زد. بله بله، در افغانستان هم طالبان چنین خواست اما موفق نشد و بسیار هم بانوان و زنان افغانی که در مسیر هم اصل شدن جامعه در حرکت هستن با فعالیت هایی که میکنن. خب به هر حال راجع به بانوان حرفایی زدن آقای مکارم شیرازی مثلا که یکی از مراجع مهم دولتی هست، حرفایی زده که اهانت مستقیم هست به زنان. یعنی اینکه گفته که نباید به استادیوم ها برن، به خاطر فتوا خواستن استفتاء کردن به قول علما از ایشون و برای اینکه مردان پوشش مناسبی ندارن و این باعث به هر حال به طور غیر مستقیم تحریک جنسی زنان خواهد شد یا هر چی که هست از نظر علما. ظاهرا به نظر می رسه مؤمنین و مؤمناتی که در جمهوری اسلامی تربیت شدن اکثرا چنین حساس هستن، ایمانی چنین قوی دارن که حتی مورچه نر اگر رد بشه احتمالا از راه دین و ایمان منحرف میشن و همینطور مردان مؤمن جمهوری اسلامی که پرنده ماده اگه بر فضا در هوا حرکت کنه از راه بدر میشن. یعنی تمام مسائل شده این، اون هم در کشوری مثل ایران که در همین اطراف ایران آقای اوساندو زمانی به طور همزمان بانوان حکومت میکردن، یعنی در ترکیه تانسو چیلر بود پس از ایندرا گاندی که بود، در هند بود در همون زمان اواخرش و در پاکستان ما بعدها بی نظیر بوتو رو داریم، باندرا نایتگه رو داریم، در سریلانکا و کسان دیگه، در ایران چنین است متاسفانه. سپاس بسیار داریم آقای اوساندوی عزیز، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم، امیدوارم فرصت دیگه باشه که در خدمت همیهنا و شما باشم. با تشکر از دوستان، امیدوارم باشه و امیدواریم در هفته آینده. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در نیمه دوم برنامه با من و شما هستند آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایرانی. اخبار ویژه‌ای رو از جمهوری اسلامی زیده زربین طنز علی رضا رضایی با هم مرور خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر.
با من و شما هستن علیرضا رضایی عزیز. در کجا هست؟ بیرو دروسی نمیدونیم کجا هستین. علیرضا عزیز سلام. آلمان، فرانسه، خط مرزی کجا؟ سلام به شما و بینندگان عزیز. من با اجازه جمع فرانسه هستم دیگه، با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان داره رو به پایان میره، اومدم اینجا که دنبال دزد خونم بگردم، هم آدرس خونه جدید رو بهش بدم، همین که یه سری لوازم اینجا براش گذاشتم که اگه احتیاج داشته باشه ببره. یعنی بعد هنوز لوازمی هم داریم؟ من فکرم هم دو سه تیکه بود که دیگه رفت، برای خوشبختان رو راحت شدی. نه خیلی، یکی دوتا سی دی دارم با یه کمربند که اینا رو گفتم ببره، مثلا کمربند رو به کار بیار. کمربند؟ بله. برای چی؟ پیش میاد یه موقعی به هر صورت، چون به هر حال کسایی که اینجا تشریف آوردن برای دزدی یه مقداری افرادی هن که ممکنه بعدن یهو مثلا وسط میدون انقلاب هم یهو الان یه تحسن چیزی بشه تشریف برن اونجا برای هر حال نظم دادن به اون مراسم و اینها، هم کمربند لازمشون میشه. تو کمرشون هم میتونن سفتر کنن مثلا به مرور زمان بشن بابک زنجانی، رفسنجانی، کسی. درست هم میگین، یعنی تو میدون 24 اسفند، حالا اسمش چی شده؟ میدون انقلاب دیگه یا جای دیگه؟ آزادی؟ بله الان انقلاب رو بعدم چی کرد الان؟ شاید از همین کمربندداران تشکیل شدن برای دفاع از حرم که بیشترش هم از مؤمنات هستن، اونا هم کمربند دارن دیگه. معمولا کمربند زنون مردون هم داره دیگه، برای مؤمنین و مؤمنات، برای نظم دادن به هم دیگه، یا نه؟ بله، یک در میدان امام حسین تهران یک تجمعی به نام مدافعین حرم تشکیل شد. یه عده به هر صورت گفتن که اونجا توی عراق داره به عتبات حمله میشه و خواهش کردن که برای دفاع بفرستنشون اونجا. من نمیدونم چرا نمیفرستنشون. حدود شاید 20 سال پیش یا شاید یکم بیشتر کمتر، من یادمه که موقعی که به عتبات در بوسنی حمله میشد هم یه عده رفته بودن تو فرودگاه مهرآباد خوابیده بودن که ما رو بفرستین اونجا. بعد از اونم تو مراحل مختلف هر دفعه ای که هر جایی، من البته نمیدونم عتبات بوسنی کجاش میشه، ولی خب یه عده به هر حال برای دفاع میخواستن برن. بعدا هم هر جایی که حمله میشد و اینها یه عده دوباره میرفتن فرودگاه میخوابیدن و گفتن. حالا اینها البته خوشبختانه این خواهرانی که رفته بودن، من ندیدم اون زیر رو واقعیتش که ببینم کمربند میبندن چی دارن و اینها. یا یه سری خواهران رفته بودن که اینها فل مجلس میشد ازشون به عنوان حوری در بهشت هم استفاده کرد، اصلا نیاز به اعمال و نیات حسنه هم نداشتن همین شکلیش. من فکر میکنم بیشتر تصاویرشون رو هم خود خبرگزاری های جمهوری اسلامی منتشر کرد، خود سایت سپاه خیلی با افتخار، یعنی افرادی رو که دونه دونه دنبالشون میگشت که با همون کمربندهای معروف بگیره برای راست هدایت کنه و به زور بفرسته بهشت، اینها دست دسته در تجمع مدافعین حرم در میدون امام حسین تهران مشاهده شدن، آمادگی کامل خودشون رو برای به هر حال ظاهر شدن به عنوان حوری در همین زمین اعلام کردن. به نظرم بیشتر از همین رفته بودن اعلام کنن و از 842 روش جراحی زیبایی از تمام این روش ها در این عزیزان استفاده شده بود. من دقیقا هر چقدرم سوال کردم تحقیق کردم متوجه نشدم که این عزیزان از تو تخمق شانسی در برده بودن یا اینکه تو قرعه کشی جایی دفترچه پس اندازی و فلان. اینها در کنار یک عده خواهرانی که قرار بعدن حوری بشن و طبیعتا ما بیشتر از یک چشم ازشون ندیدیم توی این تجمع، اینها رفته بودن و به هر صورت این روش های فیلم برداری و عکس برداری در ایران هم که یه جوری، خب به هر حال از 13 نفر یه جوری عکس میگیرن که انگار مثلا 3 میلیون نفر الان، ولی به هر صورت من حمایت میکنم و از همینجا خواهش میکنم که اینها رو برای دفاع از حرم بفرستن به عتبات و مطمئنم که مخصوصا اون قسم خواهرانی که همه الان به صورت حوری هستند، اینها رو اگر بفرستن به عتبات، من یقین دارم که مثلا داعش عتبات رو واقعا ول میکنه میره دنبال اینا. حالا به هر انگیزه ای من کاری ندارم، ولی خب این اتفاق قطعا میفته.
چه جوری دفاع بکنه نیومده، یعنی میره خب رسیدن مثلا نجف فرد شد، حالا دفاع بکن. چون ببین البته فرق دارن اینا با اون جهاد نکاحی که یه دی رفتن سوریه یا جاهای دیگه که رفتن، حتما اینا فرق داره. نمیدونم اینا چه جوری دفاع بکنن، اینا جهادشون رو کرده بودن، اومده بودن میدون امام حسین، اون دی که توی تصاویر مشخص بودن، همه از جهاد برگشته بودن، همه از مرز گذشته، از جهاد گذشته و امتحانا رو همه رو پس بودن. خدا رو شکر، یعنی جای نگرانی نیست. همین که میگی از این من، خب برای دفاع از حرم یه سری روحانی هم، یعنی دولتی در واقع ملایان شیعه حکومتی دو هر چی کرد، جان برکف اینا هم داوطلب شدن برن فلسطین. دیدی دیگه کلی داوطلب هست برای همه جا، یه بارم برای مریخ یه دی داوطلب شده، برای همه جا هست دیگه. اینا هم داوطلب شدن برن کنار حماس و اینا علیه اسرائیل بجنگن، که یه کسی هم پیشنهاد داده بود بسیار فکر خوبی از اینا میشه، به جای این موشکایی که حماس میزنه مثلا استفاده کردین، یا نمیشه سنگینه یه مقداری، مثلا موسوی اردبیلی یا مثلا رفسنجانی، یا آخوند کم وزنم داریم به اندازه موشکای حماس یا نه؟ والا در مورد آخوند که خب نه، ولی به طور کلی و یک پارچه میتونن فیروزآبادی رو بذارن تو منجنیق پرت کنن سمت تل‌آویو، هم وعده های مقام معظم رهبری اجرا میشه، تل‌آویو با خاک یکسان میشه، هم آرزوهای امام راحل ما همش حل میشه، و ضمن اینکه فیروزآبادی رو هم با هیچ راکتی رو هوا نمیشه خونسا کرد. ببین علی رضا، همین است که برای حرف در میارم، میگن تو در توته آمریکا و استکبار نقش داری دیگه. فیروزآبادی رو بفرستن یا آمریکا حمله کرد که تنگه هرمز رو ببنده؟ نه حل شده. ببینید قبلا یه 300 هزار تا قبر کنده بودن برای سربازای آمریکایی، همین آقای نقدی هم خیلی راجبش اتفاقا فرمایش میکرد، بعد همونها رو یه 300-400 تا قبر دیگه در همون محل اضافه کردن بهش برای سربازهای داعش. حالا سربازای امریکایی البته قرار بودن وارد ایران بشن کشته بشن، طبیعتا تنگه هرمز باید باز باشه که این عزیزان وارد شن بعد کشته بشن که اون قبرستون رو بلا استفاده نمونه. سربازهای داعش یا نیروهای داعش به خاطر اینکه وارد ایران نمیشن، یه عده اول باید برن در عراق اونها رو بکشن یا شهید کنن یا حالا هرچی که الان محله اختلافه، بعد بگیرن بکشن بیارن ایران بندازن تو این قبرها. در هر دو صورتش تنگه هرمز در حال حاضر از نظر استراتژیک بهتره که باز باشه. آیه فیروزآبادی رو میشه برای با خاک یکسان کردن تل‌آویو ازشون استفاده کرد. از مهمترین ویژگیاش اینه که به هیچ عنوان خونسا نمیشه رو هوا. در حال حاضر اسرائیل تمام راکتای حماس رو داره میزنه با اون گنبد آهنین و فلان و این چیزاش. من معتقدم که با آقای فیروزآبادی میشه به طور هوایی حمله کرد و با همین خواهران به طور زمینی هم میشه به طور همزمان ما به عراق حمله کنیم، داعش رو از بین ببریم، یا حداقل اگر از بین نمیبریم از عتبات دفاع کنیم، چون عتبات یک رکن بسیار مهم و اساسی در ایران هست. بسیاری از این بزرگوارانی که در اون عتبات الان خفتن، اینها همه فرزندانشون رو، حالا من نمیدونم 1400 سال پیش یا 1000 سال پیش جریان چجوری بود، برای تحصیل میفرستادن ایران یا به هر حال ایران خارج بود برای اونها، اینا همه فک و فامیل و جد آبادشون تو ایرانه و وظیفه ما دفاع از خانواده های بی پناه و بی دفاعه، مثل به هر حال همه عزیزانی که توی عتبات هستن. ما میتونیم از طریق زمینی به طور همزمان با استفاده از همه خواهران هم از عتبات دفاع بکنیم، هم به اسرائیل حمله کنیم، همین که در سوریه الان بریم ببینیم چند چندن با هم دیگه، و خیلی کارهای مشابه دیگر. بعد من حالای خواهران که کامپاجه به همه غزه و حماس اینها شما فرمودید، یه نکته ای که هست این که من فکر میکردم فقط بهشت و جهنم و اینها زورکی هست، بعد متوجه شدم که دفاع از حقوق ملت هم زورکیه. یعنی اینکه در مثلا غزه، اصلا به طور کلی در فلسطین، اقبال حماس خب خیلی بیشتر از سایر گروه های فلسطین، اینا در انتخابات آزاد شرکت کردن و
رأی حد اکثری دادن به حماس. بر صورت اون حماس یک برنامه داره که تو انتخابات مطرح میکنه. برنامه که حماس مطرح میکنه اینه که میگه من کفر و ظلم و اینها رو در جهان ریشه کن میکنم و اسرائیل رو هم نابود میکنم، همه میرن بهش رأی میدن. بعد وقتی به اسرائیل حمله میکنه، یعنی در واقع داره وعده های انتخاباتیش عمل میکنه، ایران که نیست یارو یه وعده ای بده بره پی کارش، فلسطین حساب کتاب داره. یارو وقتی به وعده انتخاباتیش میخواد عمل کنه و حمله کنه، بر صورت یه پاسخ میگیره و فلان، نه اونجاست که ما باید وارد شیم و از حقوق اونها دفاع کنیم. اینی که میگیم ما باید داریم وارد بشیم، اینا منظور با فیروزآبادیه ها؟ ما به هر حال در هر عرصه ای وارد شدیم، همیشه با تمام قوا وارد شدیم و الان در حال حاضر تو با یه دوستی صحبت بود، ببینید برای یه دعوا 99% هیکل، 1% جرأت. اون قسمت 99% دعوا رو ما داریم، یعنی اون جایی که تکلیفات حساب ببره ما داریم، میمونه اون 1% هم که برای قابل حل. بله اون 1% کار نداره، اون 1% هم همین خواهرانی که هستن و این وسط این همه داعش و ماعش و اینا رفتن اونجا، تعدادشون کافی هست به نظر برای دفاع از حرم؟ اینا دوتاشون کافی هم. بله دوتاشون بس، دوتا از فهم. بله من معتقدم این چهره هایی که البته تصاویرشون منتشر شد، من دیدم اینها اگه دوره مغول ها هم بودن وقتی به ایران حمله شد، دوتا از این عزیزان اگه یه جا رفته بودن تجمع دفاعی یه جایی کرده بودن، مغول ها اصلا مسیر حمله شون به هم سمت دیگه ای منحرف میشد. آره دیگه این هم هست دیگه. حالا پس یه جوره میشه یکیش گذاشت این ور خلیج فارس، یعنی تنگه هرمز، یکم اون ور کسی جرأت حمله کردن به ایران نداره از طریق خلیج فارس. نه این هم میشه، یعنی وقتی فیروز آبادی میره برای پرتاب به سمت اسرائیل، چند تا از این خواهرها رو میشه چید اطراف تنگه هرمز دیگه نیست؟ بالاخره هر جای اونور سمت دریای عمان هم اگر بایستن، یعنی ورودی ناوهای امریکایی و سایر قدرت‌های ستمگر اونجا بایستن، اصلا مسیر منحرف میشه، یعنی همه میرن از بعد علمیش میرن، یعنی میرن ببینن این لب و لوچه و گونه و اینا رو کجا میکارن، چجوریه که از این بابت ها، نه اینکه خدای نکرده بابت هوا و هوس و فلان این چیزا که اصلا نه اون که عبد نیست، ولی به هر حال چیدنی هستن این خواهران، یعنی میشه چیدشون کنار تنگه هرمز. یعنی اینا رو اصلا با همین میدون امام حسین هم با سبد آورده بودن، اینا جزء سبدای کالای بسیج حساب میشه. خب علی رضا جان، یعنی تشکیل انجمن و اینا که دیگه مد شده، یکی هم هست هواداران محمود احمدی نژاد، هی هم هوادارا رو گرفتن میم محمود نیویورک مکزیکی، بچه یادته که گفت محمود بعد از اون قضیه حاله نور و مخلفاتش، الف احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد هم گرفتن شده هما، یا انجمن هواداران محمود احمدی نژاد. به هر حال دموکراسی دینی همینه دیگه، این انجمنا تشکیل میشید. عرض کنم خدمت این هما هیچ ربطی به هواپیمای ملی ایران یا پرواز فیروز آبادی به طرف اسرائیل نداره، یا ربطش چی هستش؟ بهتر از همه میدونی تو، همای سعادت نیست که همانا محمود احمدی نژاد و مخلفات باشه، چی هستی؟ به محمود احمدی نژاد که حتما ربط داره هما، ولی خب انقدر هواپیماهای هما سقوط میکردن، یعنی من حتی اخیرا دارم فکر میکنم که هواپیمای مالزی هم به هواداران محمود احمد نژاد ه میم الف ربط داره، چون هواپیمای مالزی هم اتفاقاتی براشون میفته که در طول تاریخ اصلا برای هیچ هواپیمایی نیفتاده. این بدبختان میتونن حتی اینها اسمشون رو، اسم هواداران آقای احمدی نژاد اسمشون رو بذارن هواپیمای مالزی. میم هم داره مالزی دیگه. یا اما اگر هواداران محمود احمدی نژاد در مثلا 8 سالی که اینا این مصیبت بر سر ایران نازل بود، اگر اسمشون رو توپولوف میگذاشتن، هم از نظر هواپیمایی و هم از نظر هیکل، از نظر قد و اندازه، از نظر اینا خیلی جور در میومد و از نظر مخصوصا اون حد از نزدیکی به برحال دشمن سابق و برادر دوست و برادر فعلی روسیه، میتونن اینها رو بذارن. من چند روز پیش منتها دیدم وزارت کشور، ایه بر وزارت کشور اومده یه لیستی داده که
گفته احزاب و تشکل ها و فلان اینا چجوری میتونن فعالیت کنن. یه جوری هم نوشته که من مطمئنم که اگر برم مثلا این رو بخونم، یعنی کامل سری اول که نگاه کردم بهش دیدم اینو انگار برای سوئیس نوشتن، یعنی یه جوری یارو نوشته که به هر حال میتونن برن. اون جمعیت ها و انجمن های مربوط به محمود احمدی نژاد ویژگی که دارن و مشخصه ای که دارن نسبت به سایر تشکیلات و اینا اینه که عموما توی گاراژ تشکیل میشن، یعنی یک عده مثلا جمع میشن توی یک گاراژی و چون بیرون که میان اونا به هر حال از حیث دک و دهن و با حرفایی که از دهنشون در میاد و از حیث نوع شعارهایی که میدن، نمیدونم مثلا شعارهای حمایتی از محمود احمدی نژاد رو اینا میرن تو امجدیه یاد میگیرن یا کجا، چون اونجاها بیشتر استفاده میشه توی استادیوم فلان اینا، دعوا که مخصوصا میشه و اینا. الان مثلا یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که مثلا بین دو تیم بازی برگزار میشه تو استادیوم اینا دعوا میشه، یه موقع با داور مشکل داره، اینا به حال تماشاچی‌ها یه چیزایی میگن یا حرفایی میزنن، آدم نمیدونه اون لحظه دارن اینها فوش میدن یا دارن از محمود احمدی نژاد حمایت میکنن، چون در هر صورت وقتی که برای دفاع از احمدی نژاد میان تو خیابون همونها رو استفاده میکنن. اینا میتونن تشکیل بشن. ضمن اینکه یه اتفاق خیلی خجسته دیگه که افتاده اینه که همین امروز فردا قراره به تمام احزاب آزاد ایران، به تمام تشکیلات تشکلات، هم به همه افطار بدن. سر سفره شما میتونید تعداد هواداره احمدی نژاد رو بشمارید، چون یکی دیگه از مشخصاتشون اینه که اینا نمیشه جای سفره پن بشه سرکله اینا پیدا نشه، اینا اصلا بیشتر هوادار حریم سفرن. یعنی با خواهرانی که اشاره کردی فرق داره؟ زمان خواهران قسمتی از محصولات دوران فلاکت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاده، چون بودن دیگه دورور همین داستانهای اتمی ایران صف میکشیدن، از جمله این که چی بود، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حالا اینی که میگی توپولوف بیشتر به این دولت فعلی نمیخوره، حسن روحانی یه مقدار توپولتر از احمدی نژاد هست بالاخره. ببینید اینا فیروز آبادی هم باز در کنارش هست دیگه، اینا از روی کابینه خود توپول موپولتر هم دیگه تا... اینا بیشتر چاغالوف هن تا توپولوف، یعنی مثلا خود آقای ظریف، خود روحانی، به هر حال روحانی که البته ما موقعی که تصاویرش در حال تماشای فوتبال جام جهانی پخش شد، خب میدونید که ما تنها رئیس جمهور جهان رو داریم که از طریق تلویزیون نشست فوتبالای جام جهانی رو نگاه کرد. این بسیار مهمه و باشد که درس عبرتی بشه برای سایر رئیس جمهورهای جهان. یه ظرفی، یه میزی جلوی ایشون بود که مثلا توی یه پیش دستی 5 جور میوه بود، مثلا خیار بود، توت فرنگی بود، اگه خاطرم درست مونده باشه سیب بود، انگور بود، نه نه هلو شلیل، نه یه همچین چیزی هم بود که ما متوجه شدیم که اینا این 5 تا رو با هم میخوره موقعی که فوتبال نگاه میکنه. یه ظرف پسته جلوی ایشون بود که من نمیدونم پسته مزه بود یا اینکه به هر حال چیز دیگه بود، چون میز کامل نیفتاد. سیب و موز بود دیگه. یک استکان چایی هم بود که ممکن بود اون پسته رو مزه چایی مثلا بخوره. بعد ما حاصل اینها من متوجه شدم ایشون خیار و چایی و پسته رو با هم میخوره تو یه 45 دقیقه فوتبال یا نهایتا تو 90 دقیقه. و تصاویری از ایشون منتشر شد، یک عده داشتن کشته میشدن از ذوق و خوشحالی، یک عده از بر صورت طرفداران اون دیگه از بوم افتاده ایشون که ما وای چه رئیس جمهوری داریم. و ایشون یکی دیگه از مشخصات اصلیش این بود که با لباس ورزشی توی خونه نشسته بودن، یه به هر حال گرمکنی پاشون بود و یه تیشرت تیم ملی که من خیلی ناراحت شدم حقیقتشون لحظه از این جهت که دیدم ایشون لباس تو خونش از لباس کارش خیلی تنگ و تونتر و ناراحت تره. تنگ و چی؟ تنگ و خیلی چسبیده و سخت و ناراحت کننده تره. من
حس کردم که ایشون سر کار میره لباسش خیلی راحت تر از اینه که تو خونه میشینه، یا اگر مثلا با همون لباس کارش توی خونه هم به هر حال بشینه فوتبال نگاه کنه خیلی راحت تره. به هر حال یه مقداری قوس و این چیزا هم داشت که به هر حال طبیعیه اگه نداشته باشن. تنگ و تروک هم میگن دیگه، نه تنگ و تروک لباس. خب ولی علی رضا جان آخه یه جوری میگی که مثلا خب من فکر کنم خبر نداری، این تغذیه علما خب یه جوری است که باعث طول عمر میشه. همین الان ببین مهدوی کنی سوال اساسی این هستش، چرا ما رو ترک نمیکنه؟ آیا دل نمیکنه؟ آیا همین خیار و چای و پسته بوده که تونسته نگرش داره تا الان؟ چی بوده؟ والا خیار رو با چای خوردن که من میدونم که عمر رو زیاد میکنه بر صورت، مثلا خیار تا ته اگه با چای کسی بخوره که با. ولی آقای مهدوی کنی خود داستانش خیلی فرق میکنه. ایشون الان ایشون به مدت مثلا 20 سال به طرز نگران کننده ای زنده بود، الان به طور نگران کننده ای نمیمیره. ما سری قبل راجع به آیت الله بهجت صحبت کردیم، ایشون پسرشون فرموده بودن که انقدر بار گناهان ایشون سبک بود که میتونست پرواز کنه. خب ایشون متاسفانه قابلیت های پروازی آیت الله بهجت رو هم نداره. البته آیت الله بهجت اگر زنده بودن الان قطعا جزو همون مجموعه هواداران محمود احمدی نژاد هما قرار می گرفتن، بعید نبود رو دوم ایشون هم مثلا آرم هما می زدن و اینها برای پروازهایی که ایشون می کردن. آیت الله مهدوی کنی متاسفانه این قابلیت ها رو ندارن، یعنی اینکه خودش از نظر وزنی خیلی سبکه ها بیچاره. ایشون کل هیکلش مثلا 30 کیلو نمیشه، از گردن به بالا هم که مثلا 7-8 گرم هم نمیشه. یعنی کم خیار خورده که این چیزها رو نداره مثل بهجت، یا چی؟ ایشون رو نگه داشتن به زور، یعنی اون دلیل ممانعت ورود ایشون به بهشت رو من نمیدونم. ممکنه که مخصوصا که آقای محمدی گیلانی ایشون خب به هر صورت به وقتش به کما تشریف بردن، بعد یک چشم ایشون یک هفته بعد از کما باز شد، پزشکای خورده مشغول شدن و فلان، بعد دیدن نه با اون چشش به هیچ جا نگاه نمیکنه واقعا. ایشون اصلا در دوره حیاتش هم مشخص بود، مثلا ما فکر میکردیم داره حرف میزنه، منتها خب کارشناسا معتقدن این دهنش بیخودی بازه، چشش مثلا اینجوری نه. و به وقتش هم ایشون به رحمت خدا پیوستن، به هر حال دنیای فانی رو ترک گفتن و رفتن اونجا در آغوش حوری ها انشالله. اینا شاید یه مسئلهش همین تجمع میدون امام حسین باشه، یعنی مثلا آیت الله مهدوی کنی با خودش یک لحظه گفته باشه که خب من میخوام برم بهش چیکار کنم الان، اونایی رو که من این همه اعمال صالح انجام دادم که برسم بهشون همشون تو میدون امام حسین هم. من الان برم بهش چیکار کنم؟ دقیقا یه دو سه تا هم تو بهش بیکار مونده بودن که آقای محمدی گیلانی تشریف بردن اونجا، به هر حال قال قضیه کنده شده اگه خدا بخواد. الان یه درصد روح ایشون ممکنه این تصمیم رو گرفته باشه، یک درصدشون تصاویری که منتشر شد، اون تعداد سیمی که به ایشون بسته بودن فقط یه قلم، اونو به هر موجودی ببندن خب معلومه این نمیمیره، یعنی هر کارش کنن نمیره دیگه، میمونه همینجوری. ضمن اینکه به هر صورت من باز هم معتقدم که ایشون در همین وضعیت روی تخت بیمارستان نفعش بسیار بیشتر از اینه که پاشه بره تو مجلس خبرگان باشه. حالا قرار این خیار و چایی، پس میرسیم به اینکه نتیجه مهمی داره. شاید همین میدید یک دلالی که نمیمیره یا نمیخواد بمیره یا تصمیم نداره بمیره اینه که خبردار شده محمد گیلانی حوری دیگه باقی نگذاشت تو بهش که برسه به. من فکر میکنم یه تعدادی از حوری ها رو دارن میارن برای اینکه اخیرا هم به عتبات زیاد حمله میشه، همین که به صورت حریم اسلام و مسلمین زیاد به خطر میفته، یک سری حوری ها رو میارن. باز من نمیدونم چرا اینها این هم علاقه من به اعزام هستند و اینها چرا اعزامشون نمی کنن. ما به اندازه کافی وسیله نقلیه داریم، به اندازه کافی وسیله نقلیه به سمت مخصوصا غزه و اینها در حرکت هست، نمونهش کامیون هایی که کشف میشه، اسلحه و مهماتی که کشف میشه، البته مال ما مریخ اونها رو میفرستن، ولی خب بعضن
اسرائیلی ها، من حتی متوجه شدم که اسرائیلی ها تا الان بارهای بار تریلی های حمله اسلحه رو به زور و به دروغ گرفتن، روش آرم سپاه زدن که بعدن که اونا کشف و ضبط میشن اسم سپاه بی خود بی جهت بد در بره، در صورتی که اصلا سپاه ما اگر این کاره بود که هست، یعنی از نظر توان دفاعی ما یکی از مشکلاتمون اینه که توان دفاعیمون و توان رزمیمون بیشتره و چون دفاع از تمام دنیا رو وظیفه خودمون میدونیم، اینه که اتفاقا توان دفاعی بیشتر به کار ما میاد. تقریبا تک و توک هم رزمی دفاعیمون یکسانه، مثل خود فیروزآبادی مثلا. همین حوریا رو که میگی مثلا علیرضا، نکنه محمدی گیلانی فرستاده باشه؟ چون الان دیگه رفت آمد بین اون دنیا و این دنیا بین علما زیاد کار مشکلی نیست. خود به مدعوی کنی شایعه است که تاوال چند دفعه رفته و برگشته و خبر برده، حوری برده، حوری آورده. آقای مهدوی کنی چند دفعه رفت بر نگشت. اتفاقا ایشون یکی از تفاوت هایی که با سایر علما داره اینه که چند دفعه رفت بر نگشت، ولی خب به هر حال همون جور که در نظام اسلامی در شهید محسوب میکنن، ایشون رو هم زنده محسوب کرده بودن. مسئله اون حوریان چیز جدیدی نیست. عرض کردم از ابتدای دوره مصیبتی به اسم محمود احمدی نژاد اینها یه دفعه کشف شدن. توی راهپیمایی های 22 بهمن، توی مثلا عرصه های انتخابات حماسه میرفتن بیافرینن. متاسفانه حماسه براشون بد جا افتاده بود، بد تعریف شده بود. اینها فکر میکردن که از ساعت 9 و 10 شب به بعد فقط میتونن حماسه بیافرینن. در دوره محمود احمدی نژاد متوجه شدن که 10 صبح هم میتونن حماسه بیافرینن، به شرطی که دوربین های خبرگزاری فارس اونجا باشه. اون ساعت که اونها به هر حال تا پیش از این توی جهاد و اینها که میرفتن حماسه میآفریدن، متاسفانه تاریک بودی خورده دوربینا یا نمیگرفت فلاش بعد میذارن، بدبختی داشت به هر حال. یعنی تو روز که حماسه میآفریدن جا میافتاد، حماسه تو روز براشون بیشتر از شب جا میافتاد، منظور اینه؟ برای خودشون که نه، برای اون کسایی که به هر حال دنبال خلق حماسه بودن، برای اونها. بعد اصلا اینها متاسفانه این تجمع مدافعین حرم یه خورده دیر برگزار شده. اگر اینا یک ماه یا دو ماه زودتر رفته بودن اعلام موجودیت کرده بودن، هیچ وقت مقام معظم رهبری نمیگفت که به هر حال باید بیاید یه کاری بکنید که جمعیت ایران، یعنی به جای اینکه کم کاری کنید همکاری کنید. این دفعه اینا به طور کلی خودشون 10 تا از اینا مشکل جمعیت رو کاملا در هر سیستم و نظامی حل میکنن. دو تا جهاد اگر بکنن همتی داشته باشن، دو تا جهاد 4 تا حماسه فکر میکنم دیگه، بعض احتیاط یعنی بسته به کرمشون دیگه. حالا احتیاط علیرضا جان، ببین مکارم شیرازی یکی از حماسه آفرینان همین داستانا گفته که این بانوان نرن استادیوم، مردا به هر حال تحریک چیز لباس ناجوری میپوشن، پوشششون بزن تحریک کننده است. خب این پوششه که نمیپوشن ورزشکارا تحریک کننده است، فقط برای زنان ممکن نباشه. خیلی مردم هست ممکنه پوشش چی میگه اوریانی ورزشکارا از راه راست علما منحرفشون کنه. والا در وهله جمهور من ندیدم عکسو ندیدم. این آقای حسن روحانی لباسش یه جور نبود که خدای نکرده یه سری از مؤمنین منحرف بشن در اثر نگاه کردن به ایشون. به هر صورت در هر لباسی باعث این قضیه میشن. نکته مهمتر اینه که علما از کجا میفهمن که لباس ورزشکارا تحریک کننده است؟ آیا خدای نکرده باعث تحریک خودشون میشه؟ چون بسیاری از مسائل شرعی رو که اینا مطرح میکنن در واقع دغدغه های خودشون رو دارن میگن. من نمیدونم اینها آیا میشینن نگاه میکنن تحریک میشن بعد این نسخه رو برای بقیه میپیچن. این حرف از جناب عالی بعید بود که میدونی علما از کجا میفهمن. ببین آیت الله گلپایگانی قرنی در وصف همین حوریایی که تو میدون امام حسین هم میگه دیدیم، در وصف حوریای بهشتی توضیح میده، میگه که این حوریا اینقدر ظریفن که پشت 70 گونی دیده میشن. حالا یه دیگه گفتم بابا این بابا حالش نبوده، این تعریف ظرافت گونیه نه حوری. نه
از پشت هفت تا گونی هم میبینن اون چرا که نباید ببینن عوام الناس دیگه. یه شورت ورزشکار و یه مایوی مثلا شناگر زن شناگر که کار نداره، علما خب میبینن. همین دغدغه مهم اینه که ورزشکارای ما گونی نمیپوشن. اولا گونی بپوشن تمام مشکلات پخش بازی ها حله. ثانیا اول اینها قبل از اینکه وارد ورزشگاه و وارد مسابقه بشن باید چند لایه گونی بپوشن، مراجع اینها رو رؤیت بکنن ببینن که آیا چیزی از پشت اونها دیده میشه یا نه. اگه دیده نشد که خب حله، اینا میتونن برن مثلا با برزیل والیبال بازی کنن، اینا فارغ از هر نتیجه ای. اگر دیده شد خدای نکرده که پس دیگه اگر اینا تونستن ببینن حتما ملت هم برن استادیوم میبینن و بهتره که حتی بازی ها رو، من امیدوارم که دوره بعد مثلا لیگ جهانی ایران میزبان بشه، بعد برن تو تپه های اطراف سمنان. الان پولم به هر کی بدیم پا نمیشه بره اونجا مسابقه ببینه، تو استادیوم ورزشگاه های خالی برگزار کنن راحت تر. خب من این اختلاف من و علیرضا عزیز بر جا خواهد بود. من همچنان معتقد هستم که علما قادرن از پشت هفتاد گونی آنچه نادیدنی است آن بینن. علیرضا میگه باید اول چک کرد. درست میگم علیرضا؟ اگه این اختلاف حال نمیتونیم حل کنیم، میتونیم برنامه دیگه ای. بله محمود دارم از سر این قضیه اختلاف جبهت باید کنترل بشه. اون تعداد از علمایی که تونستن ببینن همشون دستشون از دنیا کوتاه و ما شاهد زنده نداریم. میگه دیگه، میگه این رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی بقیه چیزها رو میبینه. علما میرسن به اون چیزهایی که دیگه هیچی غیر از خدا بقیه همون چیزها رو میبینن. علما عموما اول میبینن بعد علما میشنسن. بیتی هم داره تصحیحش این بوده که تهران مرغ دیدی تو زپایبند چی بیرون بیاد شهوت و اینا تا ببینی تهران فیروزآبادی و الباقی رو. به هر حال سپاسگزار هستیم علیرضای عزیز، ادامه خواهیم داد در هفته آینده این بحث و این صحبت. با سپاس بسیار ممنون از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال چند و سبلاناس، ماری و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.